فضیلت خواندن بعض آیات های قرآن کریم پیش از خواب. سوال: حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که معنای آن چنین است: کسی که 10 آیت از قرآن در یک شب پیش از خواب بخواند، از جزء غافلان نوشته نمی شود. آیا این حدیث صحیح است؟ اگر صحیح باشد، آیا درست است که آیت الکرسی و سوره اخلاص و سوره فلق و سوره ناس را از حفظم بخونم؟ با این وردم را خوندم و بیش از 10 آیات خوندم، یا اینکه 10 آیات از مصحف باید تلاوت کرده شود؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. اول متن حدیثی که سوال دهنده محترم آن را در نظر دارد، حدیثی زیرین است. از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که 10 آیات در یک شب بخواند، از جزء غافلان نوشته نمی شود. امام حاکم این حدیث را در مستدرک جلد 1 صفحه 742 روایت کرده است و گفت این حدیث صحیح به شرط مسلم است. اینچنین از زبان گروه از صحابگان رضی الله عنهم وارد شده است. از ابن عمر رضی الله عنهم روایت شده است که گفت کسی که در یک شب 10 آیت بخواند، از جزء غافلان نوشته نمی شود. به مانند این از تمیم داری رضی الله عنه نیز وارد شده است. دارمی این دو روایت را در کتاب مسند خود روایت کرده است. دوم، مقصد از حدیث این آیت ها را در نماز شب بخواند، یا این فضیلت تنها با خواندن این آیت ها در شب حاصل می شود، خواه در نماز باشد یا در غیر نماز باشد. احتمال دارد که روایت ابو داود سخن اول را تأیید می دهد که آن از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که در نماز شب 10 آیت بخواند، از جزء غافلان نوشته نمی شود. کسی که در نماز شب 100 آیت بخواند، از جمله قانتان یعنی فرمان برداران نوشته می شود. کسی که در نماز شب 1000 آیت بخواند، از جزء مقنطرین صاحب اجر بزرگ نوشته می شود. در کتاب اون المعبود آمده است که مقصد در اینجا در نماز شب از این خاطر ابن حبان حدیث گذشته را در باب نماز شب در کتاب صحیح خود روایت نموده و آن را اینچنین عنوان گذاری کرده است: در میان نفی غفلت از کسی که در نماز شب 10 آیات بخواند. اینچنین آن را حدیث ابو هریره رضی الله عنه تقویت می دهد و با لفظ زیرین آمده است: کسی که در نماز شب 100 آیات بخواند، از جزء غافلان نوشته نمی شود. کسی که در نماز شب 200 آیات بخواند، از جزء قانتان فرمانبرداران و مخلصان نوشته می شود. امام حاکم این حدیث را در مستدرک روایت کرده است. این حدیث صحیح با شرط مسلم است. در روایت ابن خزیمه آمده است که کسی که نمازهای فرض شده را بردوام بخواند، از جزء غافلان نوشته نمی شود، یا اینکه جمله قانتان یعنی فرمانبرداران نوشته می شود. از ارتباط قرائت با نماز فریضه فهمیده می شود که مقصد از آن قرائت در نماز یعنی نمازی شب است. از این خاطر ابن خزیمه حدیث ابو هریره را در باب ذکر فضیلت قرائت 100 آیت در نماز، چونکه خواننده 100 آیت در نماز از جزء غافلان نوشته نمی شود. اینچنین محمد ابن نصر المروزی در کتاب خود نماز شب در زمینه بابهای علاقمند با قرائت در نماز شب روایت نموده است. احتمال دارد که از این فضیلت برای کسی حاصل می شود که در شب این مقدار آیت ها را بخواند، خواه در نماز باشد یا در غیر نماز، خواه پیش از خواب یا بعد از بیدار شدن، هرگاه در شب بیدار شود. این معنای عموم را بسیار از اهل علم در روایت این حدیث در کتاب هایشان پذیرفتند. امام دارمی رحمت الله علیه بابی را چنین عنوان گذاری کرده است: در میان فضیلت کسی که 10 آیت بخواند. امام حاکم در کتاب مستدرک خود بابی را چنین عنوان گذاری کرده است: اخبار در فضیلت های قرآن. اینچنین المنذری در الترغیب و ترهیب خود بابی را چنین عنوان گذاری کرده است: ترغیب و تشویق به قرائت قرآن در نماز و غیر آن و فضیلت تعلیم و آموزش آن، و آن را بار دیگر در زیر باب دوم ذکر نموده است. ترغیب و تشویق
به ذکرهایی که در شب روز گفته می شود بغیر ذکرهای مخصوصی صبح شام. امام نووی رحمه الله در کتاب الاذکار می فرماید بدان که قرائت قرآن مؤکدترین اذکار است، بنابراین مداومت بر آن شایسته است، یگان روز و شب را به قرائت قرآن نگذراند. اصل قرائت به خواندن اندکی از آیات ها حاصل می شود. سپس حدیث را از جمله حدیث سابق ابو هریره رضی الله عنه را ذکر نمود. پایان سخن. امید میکنیم که کسی 10 آیت را در یک شب بخواند از جزء غافلان نوشته نمی شود، خواه آن را در نماز شب بخواند یا بیرون از نماز بخواند، فضل الله سبحانه و تعالی وسیع است. در صحیح مسلم از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر حافظ قرآن در شب روز برخیزد و قرآن بخواند پس هرگز آن را فراموش نخواهد کرد، اگر نخواند فراموش خواهد کرد. ظاهر حدیث این است که مقصد از برخیستن در اینجا از برخیستن برای نماز وسیع‌تر است. المناوی رحمه الله فرموده است یعنی با تلاوت قرآن در شب روز پابند باشد و از آن غافل نشود. در آن توصیه است به بردوام تلاوت کردن قرآن بدون محدود کردن وقت یا مکان. پایان سخن. سوم، در سنت آمده است که هرگاه مسلمان به جایگاه خود درآید بعضی آیات ها را بخواند. از جمله سوره ها و آیات هایی که خواندن آنها سنتند این هایند: یکم آیه کرسی. در صحیح بخاری حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم نگهبانی زکات رمضان را به من سپاریدند. شخصی آمد و به دزدیدن طعام یعنی گندم آغاز کرد. حدیث را نقل کرد و در آخر آن گفت هنگامی که به جایگاه خود در آمدی آیت کرسی را بخوان، از جانب الله سبحانه و تعالی برایت محافظ و نگهبانی گذاشته می شود و تا صبح شیطان به تو نزدیک نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به تو راست گفته است ولی او بسیار دروغگو است، او شیطان است. دوم، دو آیت آخر سوره بقره. از ابو مسعود رضی الله عنه روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که دو آیت آخر بقره را در شب بخواند او را کفایت میکند. روایت امام بخاری و مسلم. از علی رضی الله عنه روایت شده است که گفت نمیدونم کسی که عاقل باشد بخوابد پیش از این که 3 آیت آخر سوره بقره را بخواند. امام نووی این حدیث را در کتاب الاذکار با روایت ابو بکر ابن ابو داود نسبت داده سپس گفته است این حدیث به شرط امام بخاری و مسلم صحیح است. سوم، خواندن سوره اسراء و زمر. از عایشه رضی الله عنهما روایت شده است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی خوابیدند تا اینکه سوره بنی اسرائیل یعنی اسراء و سوره زمر را می خواندند. روایت امام ترمذی. چهارم، خواندن سوره کافرون. از نوفل الاشجعی رضی الله عنه روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفتند قل یا ایها الکافرون را بخوان، سپس در پایان آن بخواب، که این بیزاری از شرک است. حدیث با روایت امام ابو داود و ترمذی. پنجم، خواندن سوره اخلاص و فلق و ناس. از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم هر شب هنگامی که به جایگاه خود می در آمدند کفهایشان را جمع نموده در آنها قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را خوانده می دمیدند. سپس از سر روی آغاز کرده به هر کجای بدنشان دستشان می رسید کفهایشان را می مالیدند. این عمل را 3 مرتبه انجام می دادند. حدیث با روایت امام بخاری. ابراهیم نخعی گفت مستحب می دانستند که این 3 سوره را هر شب 3 مرتبه بخوانند. قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. امام نووی در کتاب الاذکار گفت سند آن صحیح به شرط مسلم است. چهارم، امام نووی در کتاب اذکار می فرماید بهتر این است که انسان همه اذکاری در این با وارده را بخواند. اگر نتواند به مهمترین آن اذکاری که می تواند اکتفا کند. پایان سخن. شرط نیست که از مصحف بخواند، کافی است که مسلمان از آن چه که برایش میسر شد، از آن چه که در بالا ذکر شد از حفظ بخواند.
الله سبحانه و تعالی آنچه را که وعده داده است برایش می نویسد. الله تعالی دانا است.